اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام کتاب سلام بر ابراهیم جلد یک صفحه 23 نام داستان پهلوان راوی داستان حسین الله کرم سید حسین تهامی کشتیگیر قهرمان جهان با بچه ها ورزش میکرد. هرچند مدتی بود که سید به مسابقات نمیرفت اما هنوز بدنی بسیار ورزیده و قوی داشت. سید بعد از پایان ورزش شروع کرد به هاشسن و گفت حاجی کسی از با من کشتی بگیره هاشسن نگاهی به بچه ها کرد و گفت ابراهیم بعد هم اشاره کرد برو وسط گو دوستان این داستان مربوط یه ربطی داره به داستانی که فکر کنم توی یکی از داستان ها خونده بودیم که شهید ابراهیم هادی بله دقیقا داستان قبلش داستان ورزش باستانی بخشی از داستان تقریبا قسمت آخری بنده آخر اینطوری نقل شده که بدن قوی ابراهیم یک بار قدرتش را نشان داد و آن زمانی بود که سید حس... حسین تهامی قهرمان کشتی جهان و یکی از ارادن... ارادتمندان هاج به زورخانه آمده بود و به بچه‌ها ورزش کرد که دقیقا ادامه اون هستش انگار <applause> من از بند تقریبا دوم به بعد شروع میکنم هاش نگاهی به بچه ها کرد و گفت ابراهیم بعد هم اشاره کرد برو وسط گرد معمولا در کشتی پهلوانی حریفی که زمین بخورد یا خاک شود میبازد کشتی شروع شد ما هم تماشا میکردیم مدتی طولانی دو, کش... دو کشتی گیر در گیر بودند اما هیچ کدام زمین نخوردند فشار زیادی به هر دو نفرشان آمد اما هیچ کدام نتوانستند حریفشان را مغلوب کنند این کشتی پیروز نداشت بعد از کشتی سید حسین بلند بلند میگفت بارک الله چه جوان شجاعی ماشاءالله ورزش تمام شده بود حاج حسن حاج حسن حاج حسن خیره حاج حسن خیره خیره به صورت ابراهیم نگاه کرد ابراهیم آمد جلو و با تعجب گفت چیزی شده حاجی ها حاج حسن هم بعد از چند لحظه سکوت گفت تو های این تو قدیم های این تهرون تو قدیم های این تهرون دو تا پهلوان بودن به نام حاج به نام سید حسن رزاز اگر درست تلفظ کرده باشم و حاج صادق بلور فروش اونا خیلی با هم دوست و رفیق بودن تو کش تو کشتی هم هیچ کس حریفشون نبود اما مهمتر از همه اینا اما مهمتر از همه این بود که بنده های خالصی برای خدا بودن همیشه قبل از شروع ورزش کارشون رو با چند آیه قرآن و یه روزه مختصر و رو با ششمن اشکالوت برای آقا, عبد، آبا، آقا عبا عبدالله علیه السلام شروع میکردن نفس گرم حاج محمد زاده و حاج سید حسن مریض شفا میداد بعد ادامه داد ابراهیم من طوری پهلو میدونم مثل اونا ابراهیم هم لبخندی زد و گفت نه حاجی ما کجا و اونا کجا بعضی از اینکه هاچسن اینطور از ابراهیم تعریف میکرد ناراحت شدند. فردای آن روز پنج پهلوان از یکی از زورخانه تهران با آنجا آمدند. قرار شد بعد از ورزش با بچه های ما کشتی بگیرند. همون قبول, همون قبول کردن که همه قبول کردند که هاچسن داور شود. کشتی ها شروع شد. چهار مسابقه برگزار شد. دو کشتی را بچه های, دو, دو کشتی را های ما بردند. دوتا هم آنها. اما در کشتی آخر کمی شلوغ کاری شد. آنها سر هاچسن داد میزدند. حاج حاج... آنها سر حسن داد میزدند حاجی هم خیلی ناراحت شد من دقت کردم و دیدم کشتی بعدی بین ابراهیم و یکی از بچه های مهمان است آنها که ابراهیم را خوب میشناختند مطمئن بودند که میبازند برای همین شلوغ خاری کردند که اگر باختند تقصیر را بیاندازن گردن داور همه سوانی بودند چند لحظه این که ابراهیم داخل گود آمد با لبخندی که بر بلزا... ب... ب... لبخندی که لب داشت با همه بچه های مهمان دست داد آرامش به, ب... آرامش به جمع ما بریشت بعد هم گفت من کشتی نمیگیرم همه با تعجب پرسیدیم چرا کمی مکس کرد و به آرامی گفت دوستی و رفاقت ما خیلی بیشتر از این حرفا و کارها ارزش داره بعد هم دست هاش را بوسید و با یک سلوات پایان کشتی را اعلام کرد پایان کشتی ها را اعلام کرد شاید در آن روز برنده و بازنده نداشتیم اما برنده واقعی فقط ابراهیم بود وقتی هم میخواستیم لباس بپوشیم و برویم هاچسن همه ما رو صدا کرد و گفت فهمیدید چرا گفتم ابراهیم پهلوانه ما ساکت بودیم هاچسن ادامه داد ببینید بچه ها. ببینید بچه ها پهلوانی یعنی همین کاری که امروز دیدید ابراهیم امروز با نفس خودش کشتی گرفت و پیروز شد ابراهیم به خاطر خدا با آنها کشتی نگرفت و با این کار جلوی کینه و دعوا رو گرفت بچه ها با په... بچه ها پهلوانیه. بچه ها پهلوانی یعنی همین کاری که امروز دیدید دوستان من توی سر, سر, هر زبطی یک یکسی از شاید هادی رو روی صفحه لپ صفحه میذارم و من که دارم میخونم از روی کتاب و شما که دارید صدای من رو میشنوید و همزمان عکس شهید رو میبینید شاید بتونید بهتر با شهید هادی انس بگیرید شهید حادی اه... یه چیز جالبی که هستش اینه که ابتدای کتاب اه... نوشتی... نو... نوشته سلام بر ابراهیم جلد یک اه... و زیرش نوشته زندگی نامه و خاطرات پهلوان بیمزار شهید ابراهیم هادی این یکی از جالبترین چیزهایی هستش که در روی کتاب ها نوشته میشه و خلایتی که گذاشتن واسه همچین نوشته واقعا خوب بوده به نظر من و یه چیز یه حرف نوشتن که واقعا اگر میخواستم توی یک جمله جمع بکنن کل همه چیز رو به خوبی تونستن پیام رو به مخاطب القا کنن <applause> خیلی سرتون رو درد نمیارم ادامه این کتاب میکنم <applause> داستان پهلوانی های ابراهیم ادامه داشت تا, ماجراهای تا ماجره های پیروزی انقلاب پیش آمد بعد از آن اکثر بچه ها در گیر مسائل انقلاب شدند و حضورشان در وزش باستانی خیلی کمتر شد تا ابراهیم پیشنهاد داد که صبحها در زورخانه نماز جماعت صبح را بخوانیم و بعد ورزش کنیم و همه قبول کردند هر روز صبح برای از آن در زورخانه جمع می شدیم نماز صبح را به جماعت می و ورزش را شروع می کردیم بعد هم صبحانه مختصری به پسر کارهای ما می ره. ابراهیم خیلی از این قضیه خوشحال بود <applause> چرا که از طرفی ورزش بچه ها تعطیل نشد و از طرفی نماز صبح را هم به جماعت می خاندند. بعد هم صبحانه مختصری و به سر کارهای ما می رفتی. ابراهیم خیلی از این قضیه خوشحال بود چرا که از طرفی ورزش بچه ها تعطیل نشده و از طرفی نماز صبح را به جماعت می خاندن. همیشه هم حدیث پیامبر حدیث پیامبر گرامی اسلام را میخواندند اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم در نظرم از عبادت و شب زندهداری تا صبح محبوب تر است با شروع جنگ تحمیلی فعالیت زورخانه بسیار کم شد دوستان منبع این حدیث که کتاب نیامده منم نمیدونم منبع این حدیث چیه اگر من به حدیث نوشته شده بود حتما میگفتم با شروع جنگ تحمیلی فعالیت زورخانه بسیار کم شد اکثر بچه ها در جبه حضور داشتند ابراهیم هم کمتر به تهران می آمد. یک بار هم که آمد بود وسایل وسایل ورزش باستانی خودش را برد و در همان منطقه جنگی بسات ورزش باستانی را راه اندازی کرد زورخانه هاچسان توکل در تربیت پهلوانهای واقعی زبان زد بود از بچگی آنجا به ابراهیم جوانهای بسیاری بودند که در پیشگاه خداوند پهلوانیشان اثبات شد آنها با خون خودشان ایمانشان را حفظ کردند و پهلوانهای واقعی همین ها هستند دوران زیبا و معنوی زورخانه ها چسن در همان سالهای اولیه دفاع مقدس با شهادت شهید حسن شهابی مرشد زورخانه شهید اسخر رنجبران درمانده برمند... <applause> تیپ امار دوستان ببخشید بزر میخوام و شهیدان سید صالحی، محمد شاهرودی، علی خرمدل، حسن زاهدی، سید محمد صبحانی سید جواد مجدبور رضا پند حمد، حمدالله مرادی رضا حوریار مجید فریدون مجید فریدوند فریدون فریدون دقیقا تلفظ فامیلی این شهید رو من نمیدونم دوستان عضر بخوام ازتون قاسم کاظمی و ابراهیم و چندین شهید دیگر و جانبازی حاج علی نصرالله حاج علی الله هرندی یا برندی نمیدونم فکرم هرندی باید باشه ولی و علی مقدم و همچنین در گذشته حاج حسن توکل به پایان رسید مدتی بعد با تبدیل محل زورخانه به ساختمان مسکونی دوران ورزش باستانی ما هم به خاطر جالب دوستان اسم این شهدایی که گفته شد همه جزو شهدایی بودن که به زورخانه تربیت شده بودن و حاج حسن هم فکر کنم بینشون بوده البته حاج حسن شهید نشده حاج حسن از دنیا رفته و همچنین در گذشت حاج حسن توکل به پایان رسید صفحه 27 والیبال تک نفره روایت از جمعی از دوستان شهید هادی بازوبان قوی ابراهیم از همان اوایل دبیرستان دا نشان داد که در بسیاری از ورزش ها قهرمان است در زنگ های ورزش همیشه مشغول والیبال بود هیچ از بچه ها حریف او نمی یک بار تک نفر در مقابل یک تیم شش نفر بازی کرد فقط اجاز داشت که سه ضربه به توپ بزنند همه ای ما از جمله معلم ورزش شاهد بودیم که چطور پیروز شد از هم از آن روز به بعد ابراهیم والیبال را بیشتر یک تک نفر بازی میکرد بیشتر روزهای تعطیل پشت آتش خیابان 17 شهری بر بازی میکردیم خیلی از مدعی ها حریف ابراهیم نمیشدند اما بهترین اما بهترین خاطره والیبال اما بهترین خاطره والیبال ابراهیم برمیگردد به دوران جنگ و شهر گیلان غرب <تصفح> در آنجا یک زمین والیبال بود که بچه های رزمنده در آن بازی میکردن یک روز چند دستگاه مینیبوس برای بازدید از مناطق جنگی به گیلان غرب آمدند مسئول آنها آقای داوود رئی... دا داودی رئیس سازمان تربیت بدنی بود <تصفح> آقای داوودی در دبیرستان معل... در دبیرستان معلم ورزش ابراهیم بود و او را کامل می شناخت. ایشان مقداری وسایل ورزشی را به ابراهیم داد و گفت هر طور سلاح میدانی مصرف کن. بعد گفت دوستان ما از همه, رش... ما همه از... ما از همه رشته های ورزشی بعد گفت دوستان ما از همه رشته های ورزشی هستند و برای بازدید آمدهاند. ابراهیم کمی برای ورزشکارها صحبت کرد در مناطق مختلف شهر را به آنها نشان داد تا اینکه به زمین والیبال رسیدیم آقای داوودی گفت چند تا از بچه هیئت والیبال تهران با ما هستند نظرت برای برگزاری یک مسابقه چیست؟ <تص> ساعت سه از مسابقه شروع شد پنج نفر که یعنی سه نفرشان والی با لیست حرفی بودند. یک طرف بودند ابراهیم به تنهایی در طرف مقابل تعداد زیادی هم تماشاگر بودند ابراهیم طبق ربال قبلی با پای برهنه و پا... با های بالا زده و زیر پی... مقابل آنها قرار گرفت به هم خوب بازی کرد که کمتر کسی باور می کرد بازی آنها یک نیمه بیشتر نداشت و با اختلاف ده امتیاز به نفع ابراهیم تمام شد <تص> بعد هم بچه های ورزشکار با ابراهیم عکس گرفتند آنها باورشون نمیشد یکی رزمنده ساده مثل حرفه ترین ورزشکار مثل ترین ورزشکار ها بازی کنند یک بار هم در پادگان دو کوه برای رزمن... برای رزمنده ها از والیبال ابراهیم تعریف کردم یکی از بچه ها رفت و توپ والیبال آورد بعد هم دو تا تیم تشکیل داد و ابراهیم را, ستاک... را... ابراهیم را هم صدا کرد او ابتدا زیر بار نمی رفت و بازی نمی کرد اما وقتی اصرار کردیم گفت پس همین شما یک طرف من هم تکی بازی میکنم بعد از ابراهیم چند نفر از فرماندهان گفتند تا حالا اینقدر نخندیده بودیم ابراهیم هر ضربه که میزد چند نفر به سمت توپ میرفتند و با هم برخورد میکردند و روی زمین میافتادند ابراهیم در, تا در پایان با اختلاف زیادی بازی را برد <تصفح> دوستان شهید ابراهیم هادی من آنچنان قبل از این که این کتاب رو بخونم با ایشون در واقع با ایشون خیلی آشنا نبودم اما با مثلا توی همین بخشی کتاب که نوشته نشون میده که شهید ابراهیم هادی از اینکه بخواد انگشتما بشه واقعا یه ترس خاصی داشته خوشش نمیاد از همچین اتفاقی و وقتی هم که این اتفاق میفته شهید هادی در واقع به نوعی سعی داشته که خیلی به نظر من سعی داشته که سعی نداشته در رقطه که قدرتش رو به نمایش بذاره و صرفا فقط اولش هم که شهید هادی میگه میگه که آنچنان شهید هادی اصلا علاقه نداشته که چون اصرار کردیم قبول کردش گفتش باشه حالا بازی میکنم ببینیم چند مرده حل و معمولا توی کارتون ها یا انیمه ها مثلا میبینیم که بعضی موقع آره مثلا دوتا مثلا بازی ها میرن به سمت هم دیگه یه دفعه میخورن به هم دیگه مثلا نمیتونن توپو بگیرن دلیل مثلا اینجا انگار مثلا تکرارش زیاد بوده چون والیبال رو که شاید هادی تک نفرم می میکردن چون دیگه بالاخره لازم نبود سینک بشن با افراد دیگه ای شاید اگر توانمندیش توی یک نفر دیگه هم باشه بهتر از والیبال گروهی باشه به نظر من یعنی اگر یه نفر توانمندیش داشته باشه خیلی بهتر از اینکه که مثلا در واقع شاید داستش سختتر باشه که یه نفر دیگه مثل اون توانمنده که تک نفر بازی کردن والیبال اینا یک در در واقع وان وی وان برن یا مثلا ام... یک نفر یه دونه تیم یک نفره و یک دونه تیم مثلا ده نفره شاید واسه این که یه دونه تیم یک نفره باشه در مقابلش سخت در باشه این دیگه لازم سینک بشه با افراد دیگه ای حالا من خیلی سردرد نمیدم بازم خاطری بعدی رو میخونم صفحه 29 نام خاطره شرط بندی روایت از سعید صالح تاش و مهدی فرید بند تقریبا سال 54 بود یک صبح صبح یک روز جمعه مشغول بازی بودیم سه نفر غریبه آمدند و گفتند ما از بچه های غرب تهرانیم ابراهیم هادی که بعد گفتند بیا بازی سر تو من. دقیقا بعد, با... بعد بازی شد ب... دقایقی بعد بازی شروع شد ابراهیم تک به آنها سه نفر بودند ولی به ابراهیم باختند همان روز به یکی از محله های جنوب شهر رفتیم سر 700 تومن شرط بستیم بازی خیلی خوب... بازی خوبی بود و خیلی سریع بردیم موقع پرداخت پول ابراهیم فهمید آنها مشغول قرض گرفتن هستند تا پول ما را جور کنند یک دفعه ابراهیم گفت آقا یکی بیاد تکی با من بازی کنه اگه برنده شد ما پول نمیگیریم یکی از آنها جلو آمد و شروع به بازی کرد ابراهیم خیلی ضعیف بازی کرد آنقدر ضعیف که حریفش برنده شد همه آنها خوشحال از اونجا رفتن من که خیلی عصبانی بودم به ابراهیم گفتم آقا ابراهیم چرا اینجوری بازی کردی با تعجب نگاهم کرد و گفت میخواستم ضایع نشم همه اینها روی هم صد نبود همه بعد دوباره هم هفته بعد دوباره هم بچه های غرب تهران بودن نفر دیگر از دونستانشان آمدند. آنها پنج نفره با ابراهیم سر 500 تومان بازی کردند <تصفح> ابراهیم پاچه های شلوارش را بالا زد و با, با, پاها... با پاهای برهنه بازی کرد آنچنان به توپ ضربه میزد که هیچ کس نمیتوانست آن را جمع کند آن روز هم ابراهیم با اختلاف زیاد برنده شد <applause> شب با ابراهیم رفته بودیم مسجد بعد از نماز حاجقا احکام میگفت اینکه از ش... ببخشید اه... شب با ابراهیم رفته بودیم مسجد بعد از نماز احکام میگفت اینکه از شرطندی و پول حرام صحبت کرد و گفت پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید هر کس پولی را از راه نامشروع به دست آورد در راه باطل به حوادث سخت از دست می دهد و نیز کسی که لقمی از حرام بخورد نماز چهل شب و دعای چهل روز او پذیرفته نمی شود موازل، مواز العدیه صفحه 25 و الهکم الظاهره جلد یک صفحه 317 ابراهیم با تعجب به صحبت ها گوش میکرد بعد با, بعد با هم رفتیم پیش حاج آقا و گفت من امروز سر والیبال 500 تومان شرط بندی 500 تو شرط 500 تومان برنده شدم بعد هم کل ماجرا رو تعریف کرد و گفت البته این پول را به یک خانواده مستقبخ بخشیدم حاج آقا هم گفت از این به بعد مواظب باش ورزش بکن اما شرط بندی نکن هفته بعد دوباره همان افراد آمدن این دفعه با چند یار قوی تر بعد گفتن این دفعه بازی سر هزار تومان ابراهیم گفت من بازی میکنم اما شرطبندی نمیکنم آنها هم شروع کردن مسخره کردن و تحریک کردن ابراهیم و گفتن ترسیده میدونه میبازه یکی دیگه گفت پول نداره و غیره ابراهیم برگشت و گفت شرطبندی حرامه من هم اگر میدونستم هفته ای قبل با شما بازی نمیکردم پول شما رو هم دادم به فقید اگر دوست دارید بدون شرطبندی بازی میکنم که البته بعد از کلی حرف به مسخره کردن بازی انجام نشد یکی از دوستانش میگفت با انکه بعد از آن ابراهیم به ما بسیار توصیه کرد که شرطبندی نکنیم اما یک بار و به جای محله نازیاباد بازی کردیم و مبلغ سنگینی را باختیم اواخر بازی بود که ابراهیم آمد به خاطر شرطبندی خیلی از دست ما شد از طرفی ما مبلغی نداشتیم که پرداخت کنیم وقتی بازی تم شد ابراهیم جلو آمد توپ را گرفت بد گفت کسی اس بیاد تک به تک بزنیم از بچههای نازیاباد کسی بود به نام ه قبلا هم از اینا بوده عجیبه من فکر کردم فقط بیزه و نمیدونم اینجور افراد فقط زمان ما بوده اینجا هیقه بوده ه هی نقطه قیه. مخففش حالا <تصفح> از بچه های نازیاباد کسی بود به نام حقه که عضو تیم ملی و کاپیتان تیم تیم برق بود با غرور خاصی جلو آمد و گفت سرشی ابراهیم گفت اگه باختی از این بچه پول نگیر اون هم قبول کرد <تصفح> ابراهیم به قدری خوب بازی کرد که تعجب کردیم او با اختلاف زیاد حریفش رو شکست داد اما بعد از آن حسابی با ما دعوا کرد ابراهیم به جز والیبال در بسیاری از اشیای ورزشی مهارت داشت در کوهنوردی یک ورزشکار کامل بود. تقریبا از سال قبل از پیروزی انقلاب تا ایام انقلاب هر هفته صبح های جمعه با چند نفر از بچه های زورخانه می رفتن تجریش. تجریش نماز صبح را در امامزاده صالح می خاندن. بعد هم به حالت دوید کوه بالا می رفتن. آنجا صبحانه می خوردند و برمیگشتند فراموش نمی کنم ابراهیم مشغول تمرینات کشتی بود و می خواست پاهایش را قوی کند از میدان دربند از میدان دربند یکی از بچه ها رو روی کول خود گذاشت و تا نزدیک آبشار دو بالا برد این کوهنوردی در منطقه دربند و کول, کول، کچال یا کل کچال و کول کچال تا ایام پیروزی انقلاب هر هفته ادامه داشت ابراهیم فوتبال را هم خیلی خوب بازی میکرد در پینک پونک هم استاد بود با دو دست و دو, دو, دو تا راکت بازی میکرد و حریف نداشت خب دوستان ممنون از این، ممنونم از اینکه مرحمت فرمودید و این سری هم کتاب سلام بر ابراهیم رو با صدای من گوش کردید تشکر میکنم اگر که قسمت هایی که میذاریم برای در واقع در کتاب سلام بر ابراهیم رو از قسمت یک تا حالا قسمت که بعدا هم قرار بیاد تا کتاب تمام بشه و جلد دورم حالا میخونیم حتما کتاب خدای خوب ابراهیم رو هم حتما میخونیم که بررسی ویژگی های قرآنی ایشون هست و کتاب یاران ابراهیم هم که اگر اشتباه نکنم یه کتابیه که مربوطه به خاطرات خاطرات شدی که عاشق ابراهیم بودن و حکایت ها داشتند کتاب مهمان خدا کتابی رنگی و کودکانه شامل 16 سن از ابراهیم این دو تا کتاب هم هستش که خدای خوب ابراهیم در واقع انگار این کتاب تقریبا بخشی کتاب مهمان خدا این کتابی که تقریبا برای افرادی که سن کودک هستن اصلا رنج سنی هفت, هفت ده سال تا یازده سال شش تا یازده سال مناسب هستش بکنم و سعی می کنیم حتما این کتاب بارم بخونیم حالا خصوص یاران ابراهیم جلد دو کتاب سلام بر ابراهیم و خدای خوب ابراهیم حالا مهمان خدا کتاب کودکان است حالا نمیدونم که اونم بخونیم یا نه ولی حتما برای دوستاتون بفرستید تا اونها هم بتونن فیض ببرن از این کتاب از این کتاب که میتونه واقعا زندگیشون رو تغییر بده و حتما لایک کنید و کامنت بذارید و کانال یوتیوب من رو هم سابسکرایب کنید تا بتونیم انشالله در آینده کتاب های دیگه هم بخونیم کتاب بعدی که مد نظر خودم هستش سعود چهل سال است ولی خب زمانی که یوتیوب, یوتیوب، کانال یوتیوب به درآمد برسه و بتونم درآمد بگیرم سعی میکنم یک سری تجهیزات رو بگیرم و تا بتونم که مثلا وقتی دارم کتاب رو میخونم یک سری تصاویر و یک سری نوشته ها رو نشون بدم مثلا منبع چیزی که هستش رو بگم ولی تا قبل از اینکه به درآمد برسم کتاب های یک کتابی که هستش و خیلی علاقه دارم که اونو بخونم براتون کتاب زلفقار هستش که داستان های شفاهی یکی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نوشته شده و بعد اون احتمالا فاتحان سایت و رادار رو بخونم حالا اگر به درامت نرسیم دیگه و اگر, اگر زمان که به درامت رسیدم اولین کاری که میکنم کتاب سود 40 ساله رو حتما براتون میخونم کتاب فاتحان سایت و رادار یک کتابی که مربوط میشه به عملیات فتح که زمانی که حالا اطلاعات کمی که دارم اینه که انگار استخاره میخواستن بگیرن برای اینکه عملیات رو انجام بدن یا نه چون ریسکی بالایی داشته و وقتی که استخاره میگیرن سوره فتح میاد انا فتحنا لک فتح مبینا و برای همین محکم به خط میزنن تا پیروز بشن و به طور فوقلاده اگر اشتباه نکنم 2400 کیلومتر از هایی که گرفته شده بود پس گرفتند. <applause> به خدای بزرگی می صورتون خدا نگهدار.